ولی این دربی هم که از قبلم کلی حاشیه داشت، حاشیه‌های جدید چیه، چه خبرهای مهمی هست در حواشی این داستان؟ لونا، تا چند روز پیش تکذیب و تایید برگزاری این دیدار رو داشتین. روزی چند تا خبر زد و نقیض تو رسانه‌های ورزشی، شبکه‌های اجتماعی برای لغو این بازی یا برگزاری بدون تماشاگر این دیدار منتشر شد. از طرفی اصرار مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال رو داشتیم که میگفت این دربی حتما با تماشاگر برگزار میشه. از طرفی سازمان هواشناسی رو داشتیم که از آلودگی هوای تهران و بالا بودن آلاینده ها میگفت. از طرفی شورای تامین استان برای مسئله حضور تماشاگران و به قول خودشون اون حراسی که داشتیم یا تامین امنیت رو داشتیم. و به هر حال دست آخر هم خبر خروج از کشور یورگن لوکادیا، بازیکن هلندی پرسپولیس، یک روز پیش از این دیدار حساس رو در رسانه ها دیدیم. اول گفتن ممنون خروج، بعد معلوم شد که رفته. اینطور که رسانه داخلی نوشتن، لوکادیا وقتی که قصد خروج از کشور رو داشته با ممانعت مامورین نیروی انتظامی و ممنون خروجی به دلیل پرداخت نشدن مالیاتش روبرو میشه. گفته شده چون با ویزای کار به ایران سفر کرده و تسویه حساب مالیاتی نداشته نمیتونست از ایران خارج بشه. ولی بعد از یکی دو بار رفت و بازگشت لوکادیا به فرودگاه تهران، بالاخره از قفس پرید. رسانه‌ها دیروز نوشتن یورگن کلودیا بدون هماهنگی با باشگاه از حضور تو تمرین یک شنبه هم خودداری کرده و در توجیه غیبتش به باشگاه اعلام کرده که همسرش مریضه و به علت مشکلات خانوادگی باید به صورت برگرده هلند. باشگاه پرسپولیس هم همین رو نوشت که همسر لوکادیا بیماره، او میخواد برگرده پیش فرزندش. این در حالیه که پرسپولیسی‌ها ویدیوهای کوتاهی رو از همسر لوکادیا در فضای مجازی منتشر کردن که نشون میده خانواده او، یعنی همسر او، بیمار نیست و صحبت لوکادیا برای بودن در کنار همسرش بهانه‌ایه. گفته میشه دلیل ترک اصلی ایران توسط لوکادیا برخلاف اونچه باشگاه پرسپولیس اعلام کرده خانوادگی نیست، بلکه به دلیل هشدارهای امنیتی وزیر خارجه هلند همین هفته‌های پیشه که به دلیل وضعیت ایران و اعتراضات سراسری مردم از تمامی اتباعش خواسته بود که ایران رو ترک کنن. همچنین گفته میشه به دلیل فیلترینگ جمهوری اسلامی یورگن لوکادیا نتونسته، یعنی در واقع امکان برقراری ارتباط با خانواده‌اش رو نداشته. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس تو نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال که فردا قرار برگزار بشه در چارچوب هفته 12 لیگ برتر، امروز بعد از تسلیت گفتن به خانواده‌هایی که در این دو ماه تعطیلی لیگ برتر در پی اتفاقات تلخ و دردناک عزیزانشون رو از دست دادن، در مورد لوکادیا گفت که هنوز در شوک هست. بشنویم صحبت او رو. اتفاقا آخرین تمرینی که با ما انجام داد خیلی هم سرآور بود و خیلی هم پیگیر این بازی بود، حتی فیلم بازی رو از بچه‌های آنالیزمون گرفت و تمرکز خیلی خوبی تو این بازی داشت، نمیدونم برای بازی داشت و واقعا نمیدونم بعد از تمرین چه اتفاقی افتاد که این تصمیم گرفت که از ایران خارج بشه. من هنوز خودم واقعا هنگم نمیدونم دلیل این کارش و این تصمیمش چی بود. خودم واقعا نمیدونم خبری راجع به این مسئله بدم. به هر حال یورگن لوکادیا 9 ماه پیش که بعد از حرف و حدیث‌های خیلی زیاد با قرارداد 1 میلیون یورویی به پرسپولیس اضافه شد و باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که چون حق و حقوق لوکادیا رو پرداخت کرده، این خبری که جدید گفتن اگه تا 48 ساعت دیگه برنگرده پرسپولیس و فیفا شکایت میکنه که بعیده به سرانجام برسه این شکایت، چون بندی در قراردادهای مورد تایید فیفا وجود داره که به اصطلاح بهش میگن اصرار یا شرایط ایمرجنسی. به هر حال لوکادیا با اشاره به هشدار امنیتی دولت هلند بدون جریمه ایران رو ترک میکنه. به هر حال پرسپولیس فردا لوکادیا رو نداره. شیخ دیاباته هم که در نشست خبری گفته شد به دلیل مصونیت به بازی فردا شب نمیرسه، به یا دو سه هفته نیاز داره استراحت کنه، امروز خبری منتشر شد که شیخ دیاباته مهاجم تیم مالی هم ایران رو ترک کرده ولی بعد تکذیب شد. فدراسیون فوتبال به هر حال محمد حسین زاهدی فر رو به عنوان داور 99مین دیدار استقلال پرسپولیس انتخاب کرده، دیداری هستش که فردا بدون تماشاگر پشت درهای بسته برگزار میشه. لونا،